تا حدی که وی در آن اوقات تلخ خاطرات خیش را به رشته تحریر در می آورد. به دنبال گفتگوهای طولانی، دولت وقت آمریکا اجازه می دهد که شاه برای انجام عمل جراحی وارد نیویورک شود. دولت ایران این اقدام را بهانه قرار داده و دانشجویان مسلمان به دستور خمینی اعضای سفارت آمریکا در تهران را به گروگان می گیرند. و به دنبال آن شرط آزادی گروگان‌ها را استرداد شاه و ملکه اعلام می‌کند. محمد رضا پهلوی به رغم علاقه خاصی که به آمریکا داشت و سردمداران آمریکایی را معتمد می‌دانست، با توجه به صدای مخالفین و معترضین در آمریکا و افکار عمومی و نیز نجواهای پنهانی سیاستمداران، مسئله استرداد خود را به ایران محتمل دانست. ملکه از پرستار خواست که پنجره اتاق شاه را ببندد تا صدای گوشخراش مخالفین و اعتراض کنندگان از طبقه پایین به گوش پادشاه بیمار و در حال احتضار نرسد. شاه ایران در آخرین دقایق عمر تصمیم گرفت که از ادامه نگارش کتاب خود صرف نظر کند، اما ملکه برای تسکین آلام درونی و نیز تشویق همسر خود به ادامه حیات و مبارزه با بیماری مهلک، وی را به ادامه این کار تشویق و تحریک می کرد. ملکه فرح پهلوی در اعماق روح و فکر خود می اندیشید که باهاماس به عنوان دام و تله برای خانواده او محسوب شده و دیر یا زود رهبر آن جزایر وی و همراهان او را خواهند فروخت. مشکل بعدی مسئله اختلاف ساعت بود. ملکه به سرعت تصمیم قطعی خود را گرفت و شخصا دست به کار شد. وی به کمک ملکه سادات و چند نفر از همراهان مقدمات فرار اعضای خانواده خیش را از باهاماس فراهم کرد. بدینسان فرح پهلوی موفق شد نه تنها تا آخرین لحظه همسر بیمار خود را همراهی کند، بلکه ترتیبی داد که وی در کنار دوستان با وفا و به دور از هر گونه تهدید و ناراحتی آخرین لحظات عمر خیش را در آرامش سپری نماید. سادات که به هر حال در ضمیر نهان خود تصور می‌کرد که ممکن است سرنوشت مشابهی نیز روزی در انتظار او باشد، از دوست قدیمی خود به عنوان یک برادر پذیرایی نمود و پس از مرگ نیز کالبد او را تا آرامگاه ابدی و در زیر آفتاب داغ قاهره بدرقه نمود. اما در آن لحظه سیمای ملکه ایران حال و احساس دیگری داشت. او که همیشه با لبخند با مشکلات روبرو می شد و توانسته بود تا آن لحظه خانواده خیش را در همه لحظات یاری دهد، امید را از دست داده و آرام آرام تسلیم شکست می شد که به خوبی در دیدگان غمزده او آشکار و پیدا بود. وی مایل بود همگان دریابند که در طی 2 سال گذشته علارغم مشکلات عظیمی که برای آنان پدید آمده بود، با چه سختی مشکل زندگی خود و خانواده خیش را روشن و فعال نگاه داشته و در این رهگذر چه خطرات بیشماری را پشت سر گذاشته است. او به مانند یک بانوی واقعی و اصیل از خاندان سلطنتی در برابر همه مشکلات ایستادگی کرد و توانست خانواده خود را تا این لحظه به دور یکدیگر نگاه دارد. اشرف پهلوی میگوید از همان اوان روی کار آمدن رژیم ملایان خطر را حس کرده و تهدیدات زیادی نیز بر علیه خود شنیده است که گرچه به هیچ وجه ترسی از آنان به خود راه نمی‌دهد، معذالک به هیچ وجه مایل نیست به دست این گونه افراد دونپایه جان خود را از دست بدهد. به هنگام مرگ پادشاه، فرزندان وی دوران نوجوانی و جوانی را می‌گذرانیدند. کوچکترین فرزند خاندان سلطنتی آرام آرام میهن و کشور خیش را از یاد می‌برد. ملکه نیز با زندگی تبعیدگونه خود خو می‌گیرد. او و محمد رضا پهلوی در طی آخرین روزهای زندگی وی بیش از هر زمان در کنار یکدیگر به سر بردند و توانستند علارغم سرنوشت غم‌انگیزی که در انتظارشان بود، عشق و محبت و علاقه متقابل را به یکدیگر ابراز دارند و عملاً نشان دهند. اکنون فرح پهلوی به خوبی می‌دانست که برای همیشه به تنهایی باید سرپرستی خانواده را بر عهده داشته باشد. امروزه اعضای خاندان سلطنتی گاه و بیگاه در کنار یکدیگر جمع شده و در مقابل برای کوتاه مدت و یا بلند مدت از یکدیگر دور می شوند. اما توجه ملکه اکنون به مردی است که جانشین شاه شمرده می شود.
آن مرد پسر ارشد اوست. اما کسی نمی داند که آیا هرگز وارث تاج و تخت روزی به سرزمین ایران خود برای سلطنت باز خواهد گشت یا نه. فرح می داند که هیچ کس حتی فرزندان او به ابعاد درد و رنجی که وی و شاه ایران تحمل کردند پی نخواهد برد. شهبانو مردی را می شناخت که به عنوان رهبر ایران همه چیز حتی خود را پایین تر از ایران قرار می داد و میهن خیش را فراسوی همگان می دانست. در سراسر جهان میلیون ها نفر از ایرانیان آرزو دارند که بار دیگر به وطن از دست رفته خیش بازگردند. غم تبعید در هر لحظه با آنان است و به هیچ وجه مشخص نیست که چه مدت تبعید و دوری از وطن دوام خواهد داشت. عده‌ای راه نجات و بازگشت به وطن را از طریق مذاکره و گفتگو جستجو می کنند و عده‌ای نیز مبارزه مسلحانه را برای این کار مناسب می دانند. اما به هر حال فرزندان پادشاه فقید بزرگ و بزرگتر می شوند. عده‌ای نیز زمان از دست رفته را در نظر می آورند که نتیجه آن زجر و ناراحتی دائم است. اگر روزی امکان بازگشت همه به ایران فراهم شود، آیا برای دو نسل متفاوت قدیم و جدید دیر نیست؟ آیا اختلافات دو نسل قابل حل خواهد بود؟ به قول مارلن دیتریش که می گفت هرگز نتوانست 15 سال دوری اجباری از آلمان را در طی دوران جنگ جهانی علی‌رغم روزهای بسیار خوش بعدی به فراموشی بسپارد. Thank you.